بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ما در بحث امروزی خود پیرامون یک موضوع مهم و اساسی که او ارتباط داره با پیشگویی های دانشمندان عصر حاضر و ارتباط مستقیم داره این موضوع قرآنی به تحولات طبیعت، بالای زو بحث داریم. تمام پدیده های طبیعت در میان هم یک رابطه ناگسستنی دارند. یک روابط نامرئی میان پدیده های طبیعت وجود دارد که دانشمندانی که در این راه تحقیق کردن میدانند که چه نوع ارتباطاتی در میان پدیده های طبیعی وجود دارد و طبیعت دستگاه پیچیده خلقت است که امروز علم و محققین تلاش دارند تا اسرار طبیعت را کشف کنند و بدانند که منشأ خلقت طبیعت از کجاست و چگونه کنترل می شود و این طبیعت زیبا چگونه آفریده شده است. ما دو طبیعت داریم، یکی طبیعت بزرگ که ما در او زیست داریم، یکی طبیعت خودی آدمی، یعنی دستگاه خلقت خودی آدمی که هر دو پیچیده است و هر دو تجلی صنعت آفریدگار است، هر دو تجلی حقیقت آفریدگار است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. شما وقتی که قانون بندی های طبیعت را میبینین و نظم و انسجام در طبیعت میبینین، ای را باید آدم بفهمه که چقدر عظمت آفریدگار، علم آفرینش چقدر بی انتها و لامحدود است. ما در یکی از سوره های قرآن کریم اگر دقت بکنیم، این سوره حقیقت خورشید در نظام شمس بیان میکنه که امروز دانشمندا بسیار تحقیق میکنن و تلاش میکنن که تحولات درون خورشید بفهمن و نظام شمسی را بفهمن که سالیان سال به محور خورشید منظومه ها در چرخش است، هیچ نوع سکتگی و شکستگی و هرج و مرجی در مدارهای معین اجرام سماوی پدیدار نیست. آیتی داریم در قرآن کریم به نام سوره التکویر هست. تکویر در اصطلاح عربی اصلا پیچش دستار را معنا دارد، یعنی چیزی که به هم می پیچه، چیزی که در خود می پیچه و در خود فرو می ره. این سوره اگرچه بیان حوادث قیامت هست و پیشگویی ها برای یک رستاخیز بزرگ طبیعی است،
اما ظاهری آیت به یک سلسله مسائل مهمی ساینتیفیک و علمی اشاره میکنه که بشر تلاش داره تا او راز کشف کنه. بیش از 14 قرن پیش قرآن این اشاره را داشت که ایزا شمس و کورت، ایزا به معنای یک وقت معین، یک وقتی که فرا می رسه، ایزا شمس و کورت که ای شمس و ای خورشید بزرگ و ای منبعی که برای حیات مفید است، انرژی به